مثلا یه سوال، حمله به سفارت عربستان به نظر شما غیر مسئولانه نبود؟ حمله به سفارت عربستان به نظر من خیانت بود. خدا خیرتون بده. من سوالم همینه، یعنی بیشتر مردم میگن خب که چرا این حمله شکل گرفت؟ بعد من اعتقاد دارم، واسه همینه دارم عرض میکنم. میفهمید؟ از روزی که برجام امضا که نشد، از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 1394 یا 1394 مرداد 94 23 تیر 94 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماه. شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکن، فقط کافیه مرور بکن. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود؟ خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. آقای دکتر حرف بسیار سنگینی میزنید. حرف بسیار سنگینی میزنه. یعنی فرمای شما اینه که اراده روسیه که ضد منافع جمهوری اسلامی ایران بود، که شما تجلی دهندش بودید، تونست سردار سلیمانی رو بکشونه به سردار سلیمانی چندین. خیلی حرف مهمی. ببینین، عرضم اینه که هیچ کدام از این نکات نباید تعیین کننده باشه. سردار سلیمانی در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماهای دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لاوروف به ایران، در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لاوروف ملاقات مفصلی داشت. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لاوروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره وقتی برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی کنی. حرفای مهمیه. بله، دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلطه تو دامن غرب. خب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرد. در ماه تیر، بعد از اینکه اوضاع سوریه، من این از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد. ببینین، پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. ما تا اون زمان هیچ اونقدر شهید نداده بودیم، درگیر نشده اصلا. نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. نیروی زمینی که اونجا داشت می جنگید سوری ها بودن، اعراب بودن، لبنانی ها بودن، چید بود، حد اکثر افغانی ها بودن، یعنی داوطلبان. نیروی ایرانی نبود. روسیه می توانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه، بندر ترتوس بزنه، چون اونجا روسیه ابرقدرته، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟
چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برجام، همه هم نقض قانون اساسی بود. حالا من اونشو نمیدونم نظر. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشد.